سلام، امیدوارم که خوب باشید. امروز اومدیم با یه رپ حواشی جدید رو میخوایم بررسی کنیم، حواشی این چند روز اخیر رپ فارسی رو، از درگیری خلصه و جی جی با پارسالیپ تا به حال تیکه هایی که انداخت سیجل به یاس و موئر و بقیه داستان ها. صحبت دیگه باقی نمیمونه، اما قبل از هر چیزی یادتون نره که حتما کانال سابسکرایب کنید. اگه قبلا سابسکرایب کردید نگاه کنید که هنوز ساب باشید، و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما اونو لایک کنید و به اشتراک بذارید. دقت کنید حتما لایک کنید که خیلی مهمه. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم ویدیو رو داشته باشیم. خب اول از همه پیشروی توییتی گذاشت به این شکل که به نظر می اومد یه بیتی از یکی از آهنگاش باشه، تیکه ای از یکی از آهنگاش باشه، و بعد از اون یکی ریپلای کرده بود مال سالاده و پیشروی اینو گفته بود این داستان سالاد رو زیاد سختش نکنید، میاد تو آلبوم لایت هم هست، دوست ندارم زحمات من رو نادیده بگیرید برای یه سالاد. اصلا به خدا با این وضع دلار و گرونی و بدبختی درسته که از کسی که این همه تأثیر انسانی داشته با موزیکاشو میخواد بذاره هی انتظار سالاد بکشید؟ به خدا ظلمه، من ریدم تو اون سالاد. اصلا خب اینجوری مسکی گفت قراره این دیسترکه یکم لایت باشه، خیلی مسکی اونجور که میگه قرار نیست که اون پیشرو همیشگیو ببینیم که بزنه و بکوبه، و به هر حال اینجوری گفت. صحبت دیگه که تو توییتر داشتیم یه توییتی بود از امیرعلی ایتو به این شکل که یکی از آهنگای عماد قوی دل به اسم من تو پاک نیستم و گذاشته بود و با لحنی به هر حال طنزآمیز بهش گفته بود که تو رو قرآن شکست نفسی نکن، و خب اینجوری یه تیکه رو انداخته بود. اما یه بحث دیگه ای که هست باز استوری های بهمن دیوه که واقعا عجیبه که چرا تو هر شرایطی اینجوری به هیچ کس به هر حال و عرفان تیکه میندازه. به هر حال بعد از توییتی که عرفان گفت گذاشته بود و نوشته بود که این اعدام نکنید و همه وقتی گذاشتید همه دست جمعی کاری رو کردیم و کار جدیدی بود، دیو دوتا استوری گذاشته با هم میبینیم. و اما بعد از پخش شدن به هر حال پروژه آگاه از موئر به همراهی یاس، ما واکنشای رو داشتیم. اما یه نکته جالب این بود که آهنگ انحصاری از به هر حال رپ فارسی بود، همه جای اعلام میشد، اما جالب اینجاست که اونو رادیو جوان هم پخش میکرد و حتی خود منیجر رپ فارسی هم اونو به هر حال لایک کرده بود. پس این کلمه انحصاری چیه؟ من اگه میگید انحصاری یعنی چی؟ کلمه انحصاری یعنی چی؟ به هر حال رادیو جوانم داره پخش میکنه، حالا درسته که تگ رپ فارسی زیرشه، اما خب این انحصاری یعنی چی؟ انحصاری از رپ فارسی بعد همه جا میذارن؟ نمیدونم. اما خب بعد از این آهنگ واکنشایی رو داشتیم از سیجل. اول از همه نوشتش که نمیدونم یه سری ها رپرن یا پروین اعتصامی، و بعدش هم چند تا ویدیو از خودش استوری گذاشت که میبینیم. به نظرتون اگه وضعیت ایران یه روزی آمدیم و درست شد، یه نه غمی بود نه قصه اقتصاد مشتی و آزادی و اینا، به نظرتون 70% این رپرها باید برن دل جیگرکی بزنن؟ یعنی فکر کنم نصفشون رو ول کنید آخر همه برن نوه خونشن اصلا، یعنی اصلا شادی براشون معنا نداره. اصلا بزن بزن با زنجیر. در نگاه پشت پرده ها دیدم شده کشته مرد ما، من شدم گشنه تر بنال. نکته ای که هست، خب من درک نمی کنم چرا هر کاری یاس و موئر می کنن سیجل اینجوری واکنش نشون میده. سیجل خوش از کساییه که طرفدار آزادی بیانه، خب تو آزادی بیانم هر چیزی هست و این چیزها کنار همی که رپو شکل میده، به هر حال خوبی در کنار بدی معنی پیدا میکنه. نمیدونم چرا هر دفعه که آهنگی از اینا میاد به هر حال یه واکنشی رو ما از سیجل میبینیم. داستان دیگه ای که بود، یکی از فن پیجا، یکی از به هر حال گروه ها، ما چون اسمشون نمیبریم چون به هر حال برای اون گروه ممکنه بچه به هر حال فن پیج، اومده بود و به امیر خلوت یه سری به هر حال حرف زده بود، فوش داده بود، نشه بود ای بی فلان، ای بی وجود، ای بی ناموس، ای بی شرف، تو فلان کارو کردی، از فلانی پول گرفتی خوندی، بست نبود، تبلیغ بهت میکنی.
و بعدم خب امیر خلوت واکنش تندی نشون داده بود. اول از همه که خیلی نشه آقا چرا این فوش داده، آقا شما اومدی به یاری داری فوش مادر میدی، بهش میگی بیناموس بدش اصلا بهت بگه قربون چه شبرود برم، نمیشه که. دوم من سیاستکاریه، هر رپری هر رپ کنی وقتی نمیتونه درست درآمد داشته باشه به ما ربطی نداره. حالا بعضی از این سایت ها شده که دزدی کردن که خیلی هاشون جمع و جور شدن، ولی از خیلی از این سایت ها ما دزدی ندیدیم. حالا اینکه قمار حرومه و اینا بماند، خیلی چیزهای دیگه هم حرومه که همه انجام میدن، اما مسئله ای که هست نمیتونید بگید چرا فیت پولی دادی. آره آقا من خودم با اون فیت به هر حال مخالف بودم، فیتی که با پویان مختاری داشت، اما از راههایی که میتونه دراره، شاید اگه میتونست بفروشه هیچ وقت این تصمیمو نمیگرفت، پس بهتر جای بقیه نباشیم و اینجوری علکی قضاوتشو نکنیم تو شرایطی که دارن. اما مسئله دیگه ای که هست از دیشب خیلی داره سر صدا میکنه، درگیریه که دوباره بین پارسالیپ و خلسه و علیرضا جی جی به وجود اومده. اما داستان چیه؟ خب از قدیم اینا یه سری زد و خورد با هم داشتن که ما توی رپ بیف قسمتی که درباره به هر حال بیف جی جی و آرتا با بچه های پایدار بود گفتیم، میتونید برید ببینید، اونجا هست درباره به هر حال حواشی که راجبه کاور آلبوم بود و پول ندادن و این داستان ها. اما چی شد که دوباره به هر حال جرقش خورد و این استارتش خورد؟ بعد از اینکه آلبومش رو پخش کرد آقای پارسالیپ، خب یکی بسکی کم مخاطب بهش یه سری به هر حال اینجوری میبینید دایرکت داده بود و بهش گفته بودش که تو آلبومت اصلا رپ نبود، تو برد نیستی اصلا رپ بخونی و نمیتونی رپ بخونی، کسی دیست کنه نمیتونی به هر حال جوابش بدی و از این حرفا. و پارسالیپ در جوابش گفته بود بلد نیستم، برو موزیکا رو گوش بده و یه تحقیقم بکن بعد بیا حرف بزن، هیت ترین ترکای رپ مال منه تمام. خب از اینجا شروع شد و اولین داستان اینه که هیت ترین ترکای رپ مال پارسالیپه. کدوم ترک؟ و درسته ترکای هیت داشتی، کلی کارهای جدید داشتی، اما هیت ترین ترکای رپ تا حالا تتلو گوش دادی؟ تا حالا هیچکس گوش دادی؟ همین دیسه به هر حال اخیری که داد فدایی توی یه شب 250,000 تا ویو خورد تو ساوندکلاود، یعنی چی؟ یعنی اصلا خیلی از کارهای بزاد لیتو و خیلی های دیگه هیت ترین ترکا مال توه. من نمیدونم واقعا این چیه این حرفی که زد. و بعد از اونم یه سری به هر حال استوری گذاشت از ویو کاراش تو یوتیوب و جالب اینجاست اونایی که ویوش کم بود اصلا ویوشو نشون نمیده. خب اگه قراره عوام فریبیه، اگه قراره اینجوریه، یه مدرک واقعا نشون بده. های بیچ ریمیکسشو نشون میدی بعد رو ویوش نمیری؟ ویوی که 65 ویو خورده تو 2 سال، بعد اینجوری میگی هیت ترین مال منه، جزو اولیش هم های بیچ رو میذاری؟ من نمیدونم اگه قراره هیت ترین توی به هر حال جامعه آماری باشه که رقمش معلومه، خب چرا نشون نمیدی؟ اگرم نه اصلا شنیدی که زیاد شنیدن که به هر حال قشنگ نیست. حالا میبینیم ویدیوهاشو. وای پوز های بچ های بچ های بچ های بچ از اون ور دنجون و سفید از اون ور جیباره به تیم لباسون کردان شمشب هر جایی بری امشب مثل ماشین خراب تو جاده اون بقید منتظر کمک بودم یکی برسه ولی پیاده ادامه دادم رسیدم به شهر حال شهر زیر پام زیر پاس تیم خوب مال من مال ماست برندای کاسم تا گذاشت. و همچون که میبینید بیشترین ویوی که تو این ویدیو میبینیم 250 تاست که اونم مال 1 سال. این در حالیه که مثلا یکی مثل امیر تتلو تو یه شب 190 کا تو همین یوتیوب بعضی از آهنگاش ویو خورده. پس این ادعای پارسالیپ از دم میشه گفتش که الکیه و وجود خارجی نداره. اما بعدش یه سری حرفای جالبتر و عجیبتر زد و گفتش که ویدیو گذاشت گفت یادتون نره کی اسپاتیفای رو مود کرد، دمت گرم خیلی کارا کردی تو زمینه فروش و اینا که قبلش پیشرو کرده بود، بعد تو هم اومدی و خیلی اینو بیشتر جا انداختی، اما فقط شما نبودی. اینجوری وقتی داری حرف میزنی خیلی ناجوانمردانه است. چرا؟ چون خیلی ها بودن که این کار رو به هر حال رقم زدن، از جمله پوبون، از جمله بچه های زیرزمین مثل دیوار رکوردز، مثل به هر حال بچه های پلاک و خیلی های دیگه که کارشون فقط اونجا پخش میشد.
حتی بچه های ملتفت فرشاد که خیلی من یادم از قدیم از همون اولا که اسپاتیفای اومد از همون اول داشت کار میکرد لینک میذاشت، اینایی که هیچ وقت رادیو جوان اینا کاراشونو نده اینا از کجا پخش میشدن؟ اینها سالهاست روی ساندکلاد و اسپاتیفای هستن و از اون موقع دارن زحمت میکشن. دمت گرم، شما به عنوان یه خواننده ای که شنیده میشی اومد این کارو کردی، تو موقع اینجوری شنیده نمیشدی ولی الان هم که دیگه زیاد اون کارو نمیکنی. اما اینجوری که بگی فقط من بودم بعدم میگه اسکی کردن از رو من. اگه شما اومدی یه فرهنگسازی کردی بعد اسکی کردن رود که این چه فرهنگسازی بوده، پیس اسکی با کردی. و اگه اینجوری دیجی هولکرت هم اون موقع اومده بود خونده بود الان همه دارن اسکی اونو میکنن، یا مثلا شایان و بهمن که اولین بار رپ خوندن الان شما داری اسکی اونو میکنی، یا مثلا اولین نفری که کاور زد شما داری چه حرفیه میزنی با این کارت، اصلا همه اون فرهنگسازی رو که این بردی. میبینیم ویدیوهاشو، برمیگردیم. آقا من اصلا دوست داشتم که این کار رو هی نشون بدم که چه کارهایی من داشتم و چی کار کردم و این داستانا. فقط این که آلبوم پروانه ها با کل موزیکای من فرق داشتم، به خاطر اینکه ساختن آلبومی مثل ترک های آلبوم پروانه ها کار هر کسی نیست، اگه بود که تا الان شنیده بودیم. فقط 3-4 نفرن که اونم رفیقای خودم هن که این کار رو میتونن انجام بدن. پس منتظر موزیکای اون مدلی که دوست دارید باشید، کاری نشد نداره اینجا. یه مسئله دیگه هم که باید بدونید اینه که خیلی یادشون رفته که اسپاتیفای رو کی مود کرد، اصلا اینترنشنال کار دادن و اینا رو بهتون نره که من مود کردم اینو، من گفتم استوری کردم همه رو کشیدم اونجا، الان تو استوری های همه آرتیست ها میبینید تو هایلایتشون یه دونه اسپاتیفای گذاشتن، اینا همه فرنگسازی من بوده. اسکی از کی؟ پارسالیپ. بله، بعد از اینها جالب بود که پوبونم واکنش نشون داد و گفتش که همه تأثیر داشتن تو این داستان و زود پاک کرد. اما بعد از اون هم یه استوری گذاشت و نوشتش که الان داستانا زیاده، حرف تو حرف من بعدم حرف میزنم، فعلا یکی این خنجری که پشت منه رو دراره، که به نظر میاد بین پوبون و پارسالیپ هم قراره یه داستانایی بشه. و حالا این استوری که الان گذاشته بود، یعنی آخرین استوری که گذاشته تو همین فکر کنم 1 ساعت قبل از پخش ما اینو گرفتیم و این گونه است دیگه. حالا باید ببینیم که بینشون چی پیش میاد. اما علیرضا جی جی به این حرفای پارسالی واکنش نشون داد و اول این استوری رو گذاشت نوشت هیت نداری پس هیس، بعدم یه سری استوری دیگه گذاشت نوشت رپ فارسی دو دست است، اونایی که نمیتونن هیت بدن مثل این استوری و اونایی که با ما کار میکنن. بعدش هم نوشت جغله هایی که منو دیس میکنن معروف شن زیر 10 سال سابقه جواب نمیدیم. و بعدش هم لایو گرفتن کلی حرفا رو زدن. اما یه سوال، اگه زیر 10 سال جواب نمیدین چرا این همه استوری برای این دوستمون گذاشتی؟ و اگه براتون مهم نیست چرا این استوری ها رو میذارید؟ چرا تو لایواتون حرف میزنید و حتی خلصه فحاشی میکنه؟ مهم نیست آقا، جوابشو نده. من همین چند پیش یکی از رپرها که با یکی از خواننده ها کار کرده بود اسمشو صحوا نگفتم، اومد شاخوشونه کشید، اصلا محلش ندادم، فقط یه وایس بهش دادم بنده خدا لکنت گرفت. ولی اینکه بخوام بیام عملیش کنم همه ببینن و رونمایی کنم طرف گنده ترشه، نه خب چرا. و داستان که هست بعد از این حرفا، بعد از این استوری های جی جی، ما یک لایو از جی جی دیدیم که جی جی تون میگفتش که به هر حال اینا هی میان به من تیکه میندازن که معروف شن، تیکای رنداخ به ایمانمون، به جیدار، همینطور گفتش که من انفارو حتی آدم حساب نمیکنم جوابشو بدم چه برسه به این، و کلی راجبشون حرف زد. بازم میگم اگه آدم حساب نمیکنی مهم نیست چرا تو لایو انقدر درباشون حرف میزنید و چرا انقدر داستان میشه. و خلصه هم یه سری حرفا رو زد تو اون لایو و خود جی جی هم بعد از اون اعلام کرد که نسیم اصلا نمیدونست این کیه باش خونده. بعدا من بهش گفتم، گفت اصلا نمیدونستم، یه جوری داشت میگفت مثل اینکه نسیم پشیمونه باش خونده. اما بعد از اون ما یه لایوی رو دیدیم از خود خلصه که اون تو فحاشیای رو میکرد به نسیم و همچنین به همه کسایی که با پارسالیب به هر حال خوندن و کلی فوش مادر رو از این حرفا داد و به نسیم هم پرید و اونو آدم به درد نخور خطاب کرد. میبینیم با هم. لن همه این جوجا، همین این که دستش بومیده، اون با اون بچه مچه های تو این جوجه گروه ها فدایی این کسشرا رو بده بره بابا 4 تا آهنگ بخونین. میدونین یه جمله که تو تاریخ ایران کسی نگفته کیه چیه؟ فدایی من خیلی با آهنگات خاطره دارم. این جمله قرار نیست کسی بگه تو تاریخ ایران تا 1000 سال دیگه هم کسی قرار نیست بگه چرا خاطره داره، چون چرت و پرت میخونن کلن این جوجه موجا و این کسشر و 4 تا جیب و ایمان کون و این فدایی و خایمال و اینا همه کسشر میخونن.
چون 4 تا هیت ندارن. آقا 10 سال کار کن بعد بیا با یکی که 10 سال قبل از تو شروع کرده کار کرده کل کل کن. اصلا کسی اصلا نمیدونم اینو. من با چی میگم، به قول سهراب ما با صاحباشون کار داریم، نه با این سگا. این اون نسیم به درد نخورم رفته با این چاغال خونده خاک تو سرت. و اما در واکنش به حرفای علیرضا، جی جی یه سری استوریا رو گذاشت از پارسالی که اونم به زودی، یعنی خیلی زود پاک شد. اول از همه میبینید اینجوری تگ کرده بود، به هر حال علیرضا جی جی رو نوشته بود یه بار گای دمت بس دیگه، فعلا برو ترک و گوش کن، شاید ساندت رسید یه روزی به هم. بعدش هم این استوری رو گذاشته نوشت. اون سری هم عرفان پایدار گفت بیشتر کشش ندید، وگرنه الان باید اسمتو میذاشتن جکسون اسقری، توی گواتمالا زندگی میکردی. و اینجوری حرف زد، اینا رو هم بعدن پاک کرد. اما بعد از این داستانا این حرفا نسیم هم وارد شد و اول از همه خود خلصه رو اینجوری توی استوری تگ کرد. بعدش هم نوشت من نسیم زدبازی هم، اگه به من فوش میدی داری به زدبازی فوش میدی. اما خلصه کوتاه نیامد، بعدش حتی یه حالت فری استایل توری گذاشت و اون تو باز یه تیکاری انداخت که میشد به نسیم هم برداشت کرد. اما دیسه به هر حال پارسالیپ بود و اون تو میگه که با فوت افتادی اصلا ایکس خار نسیم که اینجا به هر حال میشه تیکه برداشت کرد. اما خب منظورش فوت و نسیم و این حرفاست که سپر خلصه معمولا از این کارا زیاد میکنه و خوب انجام میده این کارو. و باز نسیم اینو بد برداشت کرد و به هر حال اینو گذاشت و نوشت این باز مواد بهش نرسیده چراچت زده. و این منو یاد یه وایسی از رضا پیشوف انداخت درباره به هر حال اون زمانهایی که خلصه باز از این کارها زیاد میکرد. اینا رو پشت هم میبینیم. میای ببین کیرم تو تیک آبی خایمال استاد تیلوازی، باید بیای والا برسی به کیر آجی، قد پشمای سرت ماها مگاهیت داریم، جون به جونت کنن چقال گرافیک کاری، پی حاشیه با پستای کثیف با فوت افتادی اصلا کسخار نسین علف نکشید. خب کسخار علف نکش رو تذیر کسیر میذاره نکشی. در آخر هم ما استوری به هر حال پارسالیپو داشتیم که جی جی خلصه رو تک کرده بود، نمیشه بود دمتون گرم باز پشتم دیگه وایسادید. بعدش هم خلصه رو تک کرد باز نوشت لطفا از نسیم عذرخواهی کن بابت فحاشیایی که توی لایوت بهش بود، چون آدم با ارزشه واسه موزیک ایرانی. یه چیزی که جالب هست، من نمیدونم پارسالیپ این همه با جی مثلا میاد لایو میگیره میگه اینا دموده شدن از مود افتادن و فلان و این حرفا، انقدر انتقاد میکنه انقدر حرف میزنه، بعد یه عضو از بچهای زدبازی میشه با ارزش برای موزیک، یه عضوشون میشه به درد نخور تو درگیری باشون. این عجیبه میدونی، یکم زد و نقیض داره داستانا. اما مسئله که هست، مسئله دیگه انتقادی که من دارم از سپهر خلصه، خلصه از این کارا خیلی کرده با پوتک، با پیشرو، با علی النور، با تتلو، با به هر حال همین بچهای جیدالینا یه زمان، یعنی بچهای پایدار یه زمان، و خیلی از این کارا میکنه. الان هم که اینجوری برمی‌داره سری فوش و اینا، حتی با بچهای وانتونز بعد چند وقت بعدش میاد بذرت خواهی میکنه من آقا مثلا زیاده روی کردم این حرفو. خب آقا نکن، چه کاری به چه خودتون اینجوری خراب میکنی دیگه، بعد 20 تا داستان اینجوری دیگه بسه دیگه، من نمیدونم دیگه خیلی بعدم آقا کل کل بیا کل کن. بعدم اگه یارو در حدی نیست از نظرتون، طرف از حدی نیست، یعنی در حدی نیست این همه لایو و این همه نداره این داستانو، خیلی راحت اگه در حدی نیست که جوابشو نمیدید، اگه در حدی هم هست که تو موزیک جوابشو میدین. یه صحبت دیگه هم تو لایوش کرده بود و علیرضا جی جی گفته بود که فکر نمیکنم کسی بیاد بگه با فدایی ما خاطره داشتیم. من خودم با فدایی خاطره داشتم و مثلا آهنگی بوده مثل نمیدونم که هر دفعه هم گوش میدم حال میکنم، محیطم سیخ میشه و نمیدونم. نسبت به نظرم هم بهتره که اگه کل کل میکنید و اگه کاری میکنید خیلی واقعی تر باشه و اینجوری نباشه که اگه از چیزی خبر نداریم، اگه نمیدونیم طرف بر حال چیه، داستانش چی بوده، چی کارو کرده، اینجوری نظر ندیم، چون این کم عجیب غریب میشه. من به نظر من بهتره که اکثر آرتیستان بیشتر توی مارکت باشن، بیشتر آهنگایی رو که میاد گوش میکنن طبق صحبتهایی که من با خیلی ها داشتم اینا به نظر میاد اکثرا اصلا تو مارکت نیستن و نمیدونن کی چه آهنگی داده، کی چه جوری بوده. فقط بعضی از آهنگایی که خیلی میترکه رو مثلا میشنون و اینها، بر همین بهتره که یکم بیشتر تو داستان باشن. اینجوری دیس و دیسبازی هم به نظرم بهتر میشه و واقعی‌تر میشه و بیشتر میشه انتقاد کرد، نه اینکه مثلا چون اسم طرفو نشنیدیم حالا بیایم اینجوری تخریبش کنیم. به هر حال این بود از رب حواشی، امیدواریم که کسی از دستمون ناراحت نشه، ما اینجا کاملا بی‌طرفیم و بعد ببینیم داستان چی میشه دیگه. تا همه این داستانا ما فقط منتظر موزیک خوبیم،
موزیک خوب بیاد و لذت ببریم. امیدوارم که دیگه از این واکنش‌های عجیب غریب هم از خلسه نبینیم که به هر حال داره وجهشو خراب میکنه. و یه سری حرفا هم بود آریا کروکسر زده بود و میگفت من اصلا رپ گوش نمیدم و اینا، به هر حال داداش پارسالیپه، اونم کار استریم و اینا میکنه تو جامعه یوتیوب خیلی به هر حال محبوبه. و جالب اینجا بود گفته بود من جوابش رو نمیدم، باش دم بدن نمیکنم، یه آدم معتاد فلان و فلان و بهمان، من رپ گوش نمیدم و اینا. ولی سوال اینجاست اگه رپ گوش نمیدی از کجا میدونی همه کاراش خودش نمیکنه اینا؟ یا پارسالیپ اومده بهت گفته یه استوری بذار مثلا اینا یکم ترند ترشه، یا اینکه به هر حال مگه میشه نشناسی طرف و رپ گوش ندی فلان و اینا، بعد بیای میدونی خودش چجوری کار میکنه اینا؟ عجیبه. و یه صحبت دیگه هم که بود چی تو ای ام که به هر حال یکی از بچه های بکس کاناداست و کارهای اونجا میکنه و به هر حال یکی از رپرهای نوپا هم هست، یه سری صحبت ها رو کرده بود برای پارسالیپ و حتی یه بیتی گذاشته بود که نشون میداد اونو از یوتیوب به هر حال استفاده کرده پارسالیپ. استوری های اونم پشت هم میبینیم. خب این بود از رپ حواشی امروز. امیدواریم که این درگیری ها فحاشی ها اینجوری نباشه، فحاشی ناموسی نباشه و به هر حال رپرهای کوچیک‌تر هم به رپرهایی که به هر حال بزرگترن و راهو ساختن احترام بذارن در حدی که بتونیم یه به هر حال هیپ هاپ سالمی رو داشته باشیم، رقابت سالم، نه اینکه دیگه اینجوری باشه بعضی جا خیلی وجهش بد میشه. صحبت دیگه نمیمونه، امیدوارم که لذت برده باشید از این برنامه. سابسکرایب و لایک کنید، حرفا یادتون نره. امیدوارم تا ویدیوی بعدی همیشه خوب توب عالی و بوم باشید. تا ویدیوی بعدی، سی سون.